خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. افتخار داریم که دوره دوم اقتصاد کلان رو آغاز میکنیم همراه شما عزیزان، و تشکر میکنم از اعتمادی که داشتید و از همراهی که داشتید تا کنون. خوشبختانه ثبت نام این دوره بالاتر از انتظار بنده بود. دلیل هم این هست که اقتصاد کلان مشکل هست. اقتصاد کلان یک نکته صعبی است، یعنی بسیاری از افراد اول در ابتدا ممکنه که خیلی اشتیاق داشته باشند، ولی به تدریج وقتی که پیچیدگی مطالب رو میبینند ممکنه خسته بشن و ناامید بشن. البته خدمت شما عزیزان عرض میکنم که ناامید نشوید، به تدریج ما یک پازلی رو داریم میچینیم که به تدریج در عرض 6 ماه 7 ماه کل این تصویر برای شما آشکار خواهد شد و آنگاه خواهد بود که شما قدر این دوره‌ای رو که شرکت کردید خواهید دونست. ما جلسه اول دوره دوم اقتصاد کلان رو آغاز می‌کنیم در خدمت شما. البته من از دوستانی که هنوز نتونستن وارد بشن عذرخواهی می‌کنم. معمولاً در اول هر دوره ما این مسئله رو داریم، بالاخره طبیعی هم هست. برخی از دوستان جدید هستند و آشنا نیستند و به تدریج آشنا میشن که چگونه در وارد سیستم ادوبی بشوند. من احتمالاً از دوره آینده سیستم دیگری رو هم عضو خواهم شد به جز ادوبی، که سیستم دیگر رو به هر حال اونجور که تبلیغ کردند برای داخل کشور حتی از ادوبی کانکت هم سرعتش بیشتر هست، 2 برابر ادوبی کانکت هست. ما میریم روی سیستم جدید به امید خدا. فعلا در حال ارزیابی هستیم، به محض اینکه تایید شد سیستم انشالله ما روی سیستم جدید خواهیم رفت. خب دوستان عزیز، ما در دوره گذشته تا حدی با بازارهای کالا و خدمات با تعاریف کلی علم اقتصاد آشنا شدیم، با رویکردهای مختلف علم اقتصاد آشنا شدیم، با 2 تکست‌بوک، 2 کتاب مرجع علم اقتصاد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و به ویژه دوره‌های MBA دانشگاه‌های پیشرفته جهان آشنا شدیم که کتاب منکیو و کتاب بلانچارد باشه. با این کتاب‌ها هم آشنا شدیم. امروز بنا داریم که دوره جدید رو که آغاز می‌کنیم، در دوره جدید بیشتر روی سیستم‌های پولی تمرکز کنیم، روی متغیر اسمی تمرکز کنیم که کشور ما متأسفانه دست به گریبان اون هست و اون سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هست. ما می‌خوایم ببینیم که سیستم پولی در دنیا چگونه کار می‌کنه، سیستم پولی سنتی چگونه بوده، سیستم پولی مدرن چگونه کار می‌کنه، و به نظر می‌رسه که این مبحث جالبی هست، چون ما مشخصاً برای این جلسه کلاس و شاید 2 جلسه بعد کلاس یا این دوره یک دوره دیگری هم برگزار کرده بودیم تحت عنوان سیاست‌گذاری مدرن پولی، و دوره‌های متعدد من در این زمینه در کشور برگزار کردم که البته فراتر از مطالب این کتاب‌ها، یعنی کتاب بلانچارد و منکیو ما رفتیم. و امروز قرار بود که من کتاب در واقع فصل 4 کتاب بلانچارد رو شروع کنم، ولی دریافتم که فصل 4 کتاب منکیو شاید یک مقداری مقدمات رو بهتر توضیح داده و بنابراین برنامه رو تغییر دادیم. فصل 4 کتاب منکیو رو از 10 ادیشن یا ویرایش 10 آغاز میکنیم و امیدوارم که کلاس برای شما مفید باشه. من خودم یک مقداری هیجان زده هستم، چون این فصل رو بالاخره تخصص اصلی بنده، یکی از تخصصهای بنده هست، سیستم‌های پولی و پول و بانک و در مباحث نظری پول یکی از تخصص‌های بنده هست. امیدوارم که از عهده این مهم بر بیام و در انتهای این جلسه شما راضی باشید. در این جلسه می‌خوام ببینیم اصلا کلاً مانیتری سیستم یا سیستم پولی چیست و چگونه کار می‌کند. اصلا کلاً پول چیست، کارکردهای پول چیست، اینها رو قبلاً هم توضیح دادیم و خیلی سریع‌تر جلو خواهیم رفت به امید خدا. ببینید، ما می‌خوایم که در واقع پول رو تعریف کنیم، عملکرد پول، انواع پول رو تعریف کنیم، چگونه بانک‌ها پول ایجاد می‌کنن، اصلا خلق پول چگونه صورت می‌گیره، این رو هم می‌خوایم تعریف کنیم و برسیم به بانک مرکزی و چگونه عرضه پول در بانک مرکزی و چگونگی سیاست گذاری پولی از سوی بانک مرکزی. خب
پس ما ببینید سه هدف داریم در این فصل. هدف اول این هست که در مورد پول شناخت خوبی پیدا کنیم. هدف دوم ما این هست که نقش نظام بانکی رو در خلق پول تعریف کنیم، نشون بدهیم خدمت شما. و هدف سوم این هست که ببینیم که تعامل نظام بانکی و بانک مرکزی چگونه خواهد بود. من مطمئن هستم کسانی هم که در ابتدای امسال در عید 1399 در کلاس سیاستگذاری پولی ما شرکت کردند، مطمئن هستم که از این جلسه راضی خواهند بود، چون این جلسه مروری خواهد بود و مطالبی رو اضافه خواهیم کرد به مطالبی که در آن دوره ارائه کردیم، هرچند که اون دوره خیلی پیشرفته تر مباحث خیلی جدیدتری رو مطرح میکرد. ولی الان ما در این فصل و در این دوره دوم اقتصاد کلان میپردازیم به مباحث عمومی پول بیشتر. خب اولا سوال اول این است که تعریف پول چیه؟ طبق تعریفی که آقای منکیو ارائه میده، پول انباشتی از دارایی هاست که میتوان به راحتی برای انجام معاملات از آن استفاده کرد. یعنی در واقع یکی از عملکردهای پول رو که وسیله مبادله باشه رو آقای منکیو برجسته کرده و در تعریف پول انجام معامله رو خیلی مهم میداند. ما در اسلایدهای آینده خواهیم دید که پول سه عملکرد مشخص داره و من وقتی که در کلاس ها پول رو تعریف میکنم هر سه عملکرد رو مد نظر قرار میدم و معمولا شاید خاطرتون باشه بعضی از دوستان که در کلاس دیگر بودن که من وقتی پول رو تعریف میکنم اصلا کلا تعریف نمیکنم پول رو، بلکه میگم از اول میروم سراغ عملکردهای پول. و چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه یک بوردرلاین یا یک خط مرزی بین آنچه که پول هست و آنچه که پول نیست برخی اوقات اتفاق میفته که ما نمیتوانیم به درستی تعیین کنیم که چه چیزی پول هست و چه چیزی پول نیست. طبق تعریف آقای منکیو، اتفاقا شاید تعریف آقای منکیو برای یک کلاس درسی مناسب تر باشه، چون بنا هست که امتحان گرفته بشه از دانشجویان، بنا هست که مثلا سوال تشریحی یا سوال تستی از دانشجویان در واقع پرسیده بشود و برای همین نمیشه مبهم گذاشت مبحث پول را. در دانشگاه، در مدرسه نمیشه که ما در واقع درس بدیم و بر ابهامات بیافزاییم. ولی از اونجایی که هدف ما از این کلاس این هست که حتی فراتر از کتاب آقای منکیو و آقای بلانچارد برویم، من خدمت شما عرض میکنم که این تعریف از پول بخشی از دارایی هایی که میتوانیم تحت عنوان پول در نظر بگیریم رو حذف خواهد کرد و بهتر هست که ما تعریف عمومی تری رو از پول مد نظر قرار بدیم. چگونه ما تعریف در واقع عملکرد پول رو میایم در نظر میگیریم؟ البته نوشتن فانکشنز تابع نوشتن بالا، نه، این عملکردهای پول هست. یعنی چگونه پول عمل میکنه در اقتصاد، چه کاری پول انجام میدهد در اقتصاد، این منظور از در واقع فانکشنز هست. اینجا ما سه عملکرد برای پول میشناسیم. یکی این که پول رو ابزار مبادله میدانیم که از اون برای خرید وسایل استفاده میکنیم، برای خرید کالا و خدمات استفاده میکنیم. مرحله دوم این که ذخیره ارزش هست، قدرت خرید رو از زمان حال به آینده منتقل میکنن. پس پول میتونه وسیله‌ای باشه که ما اگر که توانایی خرید امروز داریم، این توانایی خرید رو از امروز به فردا منتقل کنیم. برای این که این مباحث برای شما جا بیفته، اقتصاد بارتر رو یا اقتصاد تهاتر رو در نظر بگیرید. یعنی قبل از اینکه پول اختراع بشه، بشر از مبادلات کالا به کالا استفاده می‌کرده. و ببینید چقدر مشکل هست مثلا برای یک ماهیگیر که ماهی که خریداری کرده رو بخواد به عنوان وسیله در واقع ذخیره ارزش از یک فصل به یک فصل دیگه، از یک سال به یک سال دیگه منتقل کنه. خب خیلی وقتا این محصولات فساد پذیر هستند و اصلا امکان انتقال ارزش رو از یک زمان به زمان دیگه اصلا ندارند. اما از وقتی که پول خلق شد، اتفاقا ویژگی های پول از همون ابتدا ما متوجه شدیم این هست که این امکان رو مثلا به ما بده که ارزش رو از زمانی به زمان دیگر منتقل کنیم. پس
مجددا تکرار میکنم، عملکردهای پول در مورد بیت کوین. آقای ملایی حتما باید صحبت کنیم، قطعا باید صحبت کنیم. اتفاقا من با اینکه دیدم ممکنه حتی فصل رو نتونم در این جلسه تموم کنم، ولی در مورد بیت کوین صحبت خواهیم کرد. برمیگردیم ان شاء الله. ببینید پس ببینید عملکرد پول در جامعه، یکی این هست که ابزار مبادله هست، مبادلات از طریق پول انجام میشه، خرید و فروش از طریق پول انجام میشه. دومیش این هست که ذخیره ارزش هست، یعنی از زمانی به زمان دیگه قدرت خرید رو منتقل میکنه. و سومیش این هست که وسیله سنجش هست، واحد مشترکی که همه به وسیله آن قیمت‌ها و ارزش‌ها رو اندازه میگیرن. پس بنابراین ما به یک واحد سنجش یکسان نیاز داریم. خب دوستان عزیز، همینجا ما قبل از اینکه ادامه بدیم یک نکته رو من میخوام خدمت شما عرض کنم. دوستان عزیز، وقتی که ما با شرایط ابر تورمی مواجه میشیم، شرایط ابر تورمی به شرایطی اطلاق میشود که قیمت ها در هر ماه حدوداً شاید بالای چند ده درصد افزایش پیدا میکند. چند ده درصد در ماه، نه در سال، در ماه چند ده درصد افزایش پیدا میکند. یعنی شاید در سال اگر بخوایم شاخصی برای هایپر اینفلیشن یا ابر تورم در نظر بگیریم، زمانی است که سطح عمومی قیمت ها بیش از 1000% در سال افزایش پیدا میکنه. البته ما ابر تورم های بالاتر از این هم داشتیم، تا سطح چند میلیون درصد در سال هم داشتیم، که مثلا ونزوئلا 2 سال پیش با چنین تورمی مواجه بود و در دنیا در زمان حالا تا اونجایی که خاطرم هست یک مورد در مجارستان سطح تورم بسیار بالا بوده، هایپر اینفلیشن بسیار بالا داشتن، و بار دیگه در آلمان بین دو جنگ. حالا سوال این هست که اگر سطح عمومی قیمت ها بسیار بسیار افزایش پیدا کنه، دوستان عزیز به این سوال من جواب بدید در چت، اگر تورم بسیار افزایش پیدا کنه، کدام یک از کارکردهای پول یا کدام یک از عملکردهای پول با اختلال مواجه میشه؟ این رو لطفا پاسخ بدید تا در خدمتتون باشم. بله، خب خیلی خوب جواب دادن دوستان. بله. ببینید دومین البته فقط دومی نیست. ببینید وقتی قیمت ها هر روز داره تغییر میکنه، شما واقعا نمیدونید که، یعنی واقعا این ابزاری که وسیله سنجش هست این هم به درستی عمل نمیکنه. یعنی در شرایط ابر تورمی اصلا پول وسیله سنجش هم به درستی نخواهد بود. پس این کار کرد، یعنی سومی که مختل خواهد شد، به طور عجیبی هم مختل خواهد شد، به دلیل اینکه نرخ تورم روزانه اختلال داره، نرخ تورم روزانه نوسان داره. پس از وسیله ارزش ما به درستی دیگر عمل نمی کند. این یک نکته است که باید در نظر بگیریم. اما مسئله اصلی که اختلال در ابر تورم به وجود می آید این هست که چون پول ارزش خودش از دست میده، دیگه وسیله ذخیره ارزش نخواهد بود. بنابراین قدرت خرید رو از زمان حال به آینده نمیتونه منتقل بکنه. اصلا دلیل ابر تورم همین اختلال در کارکرد ذخیره ارزش پول هست. این دلیل اصلی ابر تورم هست. یعنی مردم پول را ابر تورم به شرایطی گفته میشه که پول مانند سیب زمینی داغ عمل میکنه یا سنگ داغ عمل میکنه. اگر شما سیب زمینی داغ در دستون گرفته باشید، میبینید که نمیتونید تو دستون نگه دارید، از این دست به دست دیگر منتقل میکنید و معکوس، و به این طریق مرتب در حال دست به دست کردن پول هستید. در شرایط ابر تورمی شرایطی به وجود میاد که افراد سعی میکنن مطلقا پول رو نگه ندارند، و بنابراین به محض اینکه پولی رو به دست میارن بلافاصله سعی میکنن این رو خرج کنن. احسنت برای آقای بزرفکن، ایشون اشاره کردن به پول سوزان. بله، پول به پول سوزان تبدیل میشه یا به سیب زمینی داغ تبدیل میشه. دقت بفرمایید که اگر ابزار مبادله پول نباشد دیگه مشکلی نیست. یعنی اگر پول منسوخ بشود، یک چیزی مثلا که در فکر میکنم بولیوی بود یا اکوادور بود اتفاق افتاد در سالهای گذشته، در واقع اقتصاد دلاریزه شد، یعنی کسی دیگه از پول ملی استفاده نمیکرد
و همه رفتن به سمت اینکه از دلار استفاده کنند به جای واحد پول. دقت بفرمایید، در این شرایط یعنی وقتی که دلاریزیشن شما داشته باشید، دیگه واقعا اصلا پول ملی وجود نخواهد داشت، یعنی اصلا کارکردی نخواهد داشت و اتفاقا مشکل تا حدی حل میشه. اما مشکل زمانی باقی میماند که واحد پول ملی هم در حال عمل هست، اما اقتصاد به سمت پولهای خارجی و به سمت مثلا ابزار دیگری مثل طلا و شاید در دنیای فعلی بیت کوین تغییر مسیر بدهد. در این شرایط هست که پول ملی در جریان هست، پس ابزار مبادله همچنان پول ملی است، ولی ابزار مبادله ما ذخیره ارزش دیگر نیست، بنابراین پول به سرعت دست به دست میشه. همین نکته رو در مورد پس سرعت گردش پول به شدت افزایش پیدا میکنه. سرعت گردش پول یک مفهومی هست که در اقتصاد، در علم اقتصاد در گذشته خیلی روی این بحث میشد، اما در علم اقتصاد مدرن خیلی خیلی به ندرت از سرعت گردش پول ما صحبت میکنیم. دقت بفرمایید که در اقتصاد مدرن به جای سرعت گردش پول ما از تقاضای مبادلاتی پول صحبت میکنیم. منظور ما از تقاضای مبادلاتی پول چیه؟ یعنی چقدر مردم پول نگه میدارند که مبادله انجام بدهند. خب دوستان عزیز، من سوال از شما میپرسم، اگر بریم به سمت هایپر اینفلیشن یا ابر تورم، اگر سرعت گردش پول به شدت افزایش پیدا کنه، تقاضای مبادلاتی پول افزایش پیدا میکنه یا کاهش؟ احسنت، یعنی افراد تقاضایی برای پول ندارن. شما میگید که آقا شما مگر نمیخواید، مردم مگر شما نمیخواید مبادلاتتون رو انجام بدین؟ میگن چرا، مبادلاتمون رو میخوایم انجام بدیم و برای مبادلات نیاز به پول داریم، ولی به محض اینکه به پول رسیدیم تقاضامون برای پول صفره، چون میدونیم ذخیره ارزش نیست. بنابراین در اقتصاد مدرن به جای اینکه ما منحنیه یا به جای اینکه ما بحث کنیم روی سرعت گردش پول، ما معمولا تحلیل رو بر تقاضای پول به خصوص تقاضای مبادلاتی پول بنا می کنیم. بسیار خوب، این رو دقت بفرمایید، ما بعدا انشالله بهش برمیگردیم. خیلی خوب، اما دو نوع پول داریم دوستان عزیز، دقت بفرمایید. یک پول، پول حاکمیتی است و دومی پول کالایی. خب پول حاکمیتی چیست؟ پول حاکمیتی یک برگه کاغذ هست به عنوان مثال، یا بیت های کامپیوتری داخل حساب بانک هست، یا بیت های کامپیوتری داخل یک شبکه گسترده ای هست که تحت عنوان شبکه کریپتوکارنسی یا شبکه رمز ارزها میشناسیم. پس این نوع پول هیچ ارزش ذاتی نداره. این نوع پول هیچ ارزش ذاتی نداره. مثلا ما میگیم اسکناس به این نوع پول، یا میگیم پول الکترونیکی، یا تحت عنوان سپرده بانکی این رو پول رو میشناسیم. این پول هیچ ارزش ذاتی نداره، به راحتی ممکنه از بین بره. اگر حاکمیت پشت این پول نباشد، این پول هیچ ارزشی ندارد. اما به دلیل این که حاکمیت پشت این پول هست، این پول ارزش پیدا میکنه. در مقابل این پول که در واقع پول مدرن هست و تحت عنوان پول حاکمیت یا فیات مانی میشناسیم، یک پول دیگر داریم که ارزش ذاتی دارد. مثلا سکه طلا. سکه طلا ارزش ذاتی داره. شما اگر که یک سکه ضرب شده که حداقل ما میدونیم که از زمان هخامنشیان در ایران سکه طلا ضرب میشده، به صورت گسترده هم احسنت، آقای حسامی ذهن بنده رو خوند. بله خیلی خوشم اومد، آفرین، خدمتتون همین الان عرض میکنم، اجازه بفرمایید. ببینید از زمان هخامنشیان مثلا سکه طلا بوده. خب دوستان، این سکه طلا رو چرا افراد آب نمی کنند؟ مگر نمیگیم که پول ارزش ذاتی داره، سکه های طلا ارزش ذاتی داره؟ این سکه طلایی که مثلا داریوش ضرب کرده، این سکه رو چرا آب نکردند و تا حالا به ما رسیده؟ این سکه رو میتونستن آب کنند و به ما نرسه.
دوستان میدونن؟ احسنت احسنت. پس آقای کلانتری آفرین بر شما. خب اینا در کتاب نیست که من خدمتتون عرض میکنم. ببینید چون کتاب نمیخواد شما رو گیج کنه، نمیخواد دانشجویی که در سراسر دنیا این کتاب رو میخونند گیج کنه، اما واقعیت این است که اصلا ما پول کالایی نداریم. یعنی پول کالایی در ابتدای خیلی در ابتدای شاید در عصر حجر، در ابتدای اختراع پول ما یک نوع پول کالایی داشتیم. پس از اون دیگه ما پول کالایی نداشتیم. در واقع پول کالایی ما به پولی میگیم که ارزش ذاتی صفر نباشه، یک ارزش ذاتی داشته باشه. دقیق میفرمایید؟ پس تفاوت فیات مانی و کامادیتی مانی، تفاوت پول حاکمیتی و پول کالایی این هست که در پول حاکمیتی اگر قدرت حاکمیت از بین بره، اگر پذیرش این پول در میان مردم از بین بره، هیچ ارزش این پول نداره. اما در پول کالایی اگر که این پول قدرت پول نداشته باشد، اگر ارزش پول نداشته باشد، اگر ارزش فیات رو نداشته باشه، خود فلز اون پول ارزشمند هست، خود اون کالای پول ارزشمند هست. حالا ببینید این که حالا طلا یا نقره به عنوان پول کالایی برای شاید چند هزار سال رواج پیدا کرده، این به دلیل خصوصیات طلا و نقره هست که یکیش این هست که کمیابند، یا هزینه حاشیه‌ای تولید طلا کلن بالاست. این کمیابی باعث شده که حجم پول به سرعت افزایش پیدا نکنه. در مقابل سایر انواع پول رو افراد میتونستن به سرعت در واقع به وجود بیاورند و به یک نحوی اقدام به خلق پول بکنند. مثلا یک زمانی صدف های دریایی به عنوان پول در نظر گرفته میشد. این پول ها خب افراد زیادی میتونستند این صدف ها رو جمع کنند و به عنوان پول استفاده کنند. خیلی جالب بود که در جنگ جهانی دوم ما با نوع جدیدی از پول مواجه شدیم. در اردوگاه های اسرا صلیب سرخ در اون زمان به دو طرف، به اردوگاه های اسرا در دو طرف درگیر در واقع سر میزد و مایحتاج اونها رو در اختیارشون میگذاشت، اما دقت نمی کرد به تفاوتهای افراد، شاید مثلا نمیتونست تفاوتی قائل بشود، بنابراین به طور یکسان به افراد مثلا صابون میداد، به طور یکسان به افراد سیگار میداد، به طور یکسان به افراد مثلا لباس میداد و به طور یکسان به افراد غذا میداد. اما نیاز غذایی یک فردی میتونست خیلی بالاتر از فرد دیگری باشه. در اردوگاه اتفاقا خیلی رایج شد که در اون زمان از سیگار به عنوان ابزار مبادله و وسیله حفظ ارزش استفاده کردند و بسیار بسیار خوب همین سیگار پاسخ داد در اون زمان و حجم پول در جامعه همان سیگارهایی بود، مجموع سیگارهایی بود که در اختیار افراد یک اردوگاه قرار می گرفت. بنابراین ما می رسیم به انواع عجیبی از پول. چگونه هست سیگاری که خیلی راحت ممکنه که پودر بشه از بین بره یا سیگار کشیده بشه، از همین سیگار به عنوان ابزار مبادله استفاده می شده است و اینقدر کارکرد خوبی رو پیدا کرده بوده که بدون نقص به عنوان یک نوع پول جدید در اردوگاه‌های اسرا مورد استفاده قرار گرفت. در دنیای مدرن ما با یک نوع دیگری پول مواجه هستیم که قبل از اینم من نامش رو آوردم، کریپتوکارنسی ها یا رمز ارزها یا به عنوان مثال بیت کوین که شما میشناسید که شاید اولین کریپتوکارنسی بوده و در حال حاضر مانند طلا میمونه و ملاحظه میفرمایید که قیمتش تلاطم خیلی زیادی داره. این که پول، آیا بیت کوین یک پول حاکمیتیه؟ دوستان آیا بیت کوین پول حاکمیتی هست؟ ببینید بیت کوین اومده یک تعریف جدیدی از پول قائل شده. بیت کوین مطلقاً پشتوانه یک حاکمیت رو ندارد. هیچ حاکمیتی در دنیا نمیتونه بگه که من به دلیل حمایت من، به دلیل تایید من بوده که بیت کوین به وجود آمده. بنابراین بیت کوین رو نمیتونیم پول حاکمیتی بدانیم. آیا بیت کوین پول کالایی هست دوستان عزیز؟
خب ببینید، بیت کوین پول کالایی از اون نظر که بیت کوین رو کامادیتی بدونیم نیست. بیت کوین یک سری اعداد هست داخل یک کامپیوتر، داخل نه یک کامپیوتر، داخل یک شبکه از کامپیوترها در سراسر جهان. این بیت کوین ها به صورت اعداد در اون شبکه کامپیوتری ذخیره شدن. اما گفتیم که پول کالایی دارای ارزش ذاتی است. ارزش ذاتی پول از کجا به دست میاد؟ یکی از دلایلی که پول ارزش ذاتی پیدا می کند، یکی از دلایلی که پول ارزش ذاتی پیدا می کند این هست که عرض کردم خدمتتون، برای تولید آن نیاز به هزینه کرد حاشیه است. یعنی نیاز داریم هزینه تولید انجام بدیم. منظور بندم از حاشیه ای یعنی هزینه استخراج آخرین واحد. خب دوستان، هزینه استخراج اولین واحد بیت کوین چقدر بوده؟ نه اینترنت من خیلی قویه. اینترنت من هیچ مشکل نداره. بذار بفرمایید ببینم. هزینه اولین واحد چقدر بوده دوستان؟ هزینه استخراج اولین واحد چقدر بوده؟ صفر بوده. خیلی خیلی کم بوده. برای همین اولین بیت کوین ها ارزشش حدود شاید 1 سنت و 2 سنت و از همینجا شروع شد. بسیار بسیار ارزش استخراج اولین بیت کوین کم بوده. ولی به تدریج ارزش، یعنی هزینه حاشیه‌ای که شما نیاز دارید برای استخراج بیت کوین، به تدریج افزایش پیدا کرده. و ما به جایی میرسیم که هزینه استخراج بیت کوین بسیار بسیار بالاست. دقیق میفرمایید؟ خیلی خوب. پس ببینید، درسته که بیت کوین کامادیتی نیست، درسته که بیت کوین کالا نیست، اما هزینه حاشیه‌ای دارد. این رو باید خیلی خیلی دقت کنید. بیت کوین هزینه حاشیه‌ای دارد، بنابراین به یک نحوی کالاست، به یک نحوی پول کالایی است. کالا نیست ولی پول کالایی هست، میتونه در زمره پول کالایی قرار بگیره. از اون طرف درسته که حاکمیتی پشت بیت کوین نیست، ولی این مجموعه افرادی که بیت کوین رو پذیرفته‌اند یک نوع حاکمیتی رو ایجاد کردند. قبول دارید با من همسو هستید یا نه؟ پس این باعث میشه که اگر هزینه حاشیه‌ای، اگر هزینه حاشیه‌ای بیت کوین و هزینه حاشیه‌ای استخراج بیت کوین در حال حاضر مثلا 10,000 دلار به ازای هر بیت کوین باشه، شما میبینید که بیت کوین مثل فیات مانی داره عمل میکنه. یعنی قیمت بیت کوین اینجوری نیست که اگر هزینه استخراج بیت کوین 10,000 دلار باشه، قیمت بیت کوین مثلا 10,500 دلار باشه. قیمت بیت کوین تا 50,000 دلار هم ممکنه افزایش پیدا کنه و در شرایطی که بیت کوین اعتبار خودش از دست میده، ممکنه پایین تر از اون 10,000 دلار هزینه استخراج هم برسه. آقای فاطمی بفرمایید. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. والا دکتر، من یه نکته رو می‌خواستم اینجا یادآوری کنم، فکر کنم حالا دقت نکردین بهش یا حالا خواهش می‌کنم از زیر نظرتون رد شده. بله. آقای دکتر، یه مسئله که در مورد بیت کوین وجود داره با توجه به اینکه پول حاکمیتی نیست. بله. و بالاخره حالا چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، دنیا همیشه به این سمت رفته که ابرقدرتی به قول معروف هدایت شده و حاکمیت داشته. یعنی حالا یا بلوک شرق مسلط شده بوده یا بلوک غرب، و هر وقتی که این دوتا به موازنه رسیده بودن، یه بلوک به روسر بلوک دیگه خراب شده تا بتونه کل دنیا رو به دست بگیره. بیت کوین این نظم رو به هم میزنه و به خاطر همینه که به قول معروف از دیدگاه سیاسی بخوایم بهش نگاه کنیم، یک سرمایه از نظر من یک سرمایه‌گذاری خطرناک محسوب میشه. به خاطر اینکه ببینید الان مثلا چین تو مزرعه‌های بیت کوینش خیلی زیاد شده و استخراج بیت کوین و استخراج بیت کوینش به قدری بالا رفته که آمریکا تا حتی یک بازه‌هایی من به صورت علنی می‌دیدم که سرانشون به صورت علنی مخالفت می‌کردن. و حتی من دیروز یه خبری خوندم که یه نگرانی اصلا توی وال استریت وجود داره که آقا نکنه این فردا به صورت یه شبه اصلا یهو از زنجیره ارزش خارج بشه، یه شبه فردا صبح بخوابیم پاشیم بگم آقا این دیگه ارزشی نداره. بله.
بله تا جایی که مثلا مدیریت یکی از این ETF های به قول معروف بزرگ بیت کوین اومد علنا رد کرد و گفت نه سرمایه‌گذار ما نگران نباشن. من فقط می‌خواستم اینو بگم که این نگرانی به قدری بالا بوده که مدیر اون ETF اومده به صورت رسمی جواب داده که نه همچین مشکلی نیست آقا، ولی همچین خبرای پیرامون بیت کوین هست. بله دیگه. همین من میگم که این مسائل فرای هستن از نظر ارزش و اینا، چون الان در حال حاضر تا حدودا 80 90 سال دیگه حداقل بیت کوین برای استخراج اگه نرخ به قول معروف استخراجش تغییر نکنه با همین نرخ استخراج فعلی بوده 90 سال دیگه ما بیت کوین داریم که معمولا اگه سالانه زیادش کنن تا 200 سال آینده بیت کوین همچنان برای استخراج هست. در حال حاضر هزینه استخراج هر بیت کوین مثلا توی ونزوئلا حدود 3000 تا 3500 دلاره، توی مثلا آمریکا بالای 5000 دلاره و توی چین حدود 4000 دلاره. به خاطر همینه که میگم یه سری خطرات این شکلی داره که به قول معروف درگیری اون ابرقدرت‌ها ممکنه این قضیه ارزشش و اصولا اعتبار این نوع پول رو ببره زیر سوال. به نظرم این نکته رو توجه کن. دست شما درد نکنه. آقای فاطمی عزیز خیلی سپاسگزارم از سخنان خیلی مفیدی که فرمودید و کاملا همسو بود با عرایز بنده. من نکته افتراقی این وسط ندیدم، یعنی توضیحات بیشتری بود در مورد آنچه که درباره بیت کوین میگذرد. همین که شما به درستی اشاره کردید که هیچ حاکمیتی نمیتواند بیت کوین رو بپذیره در داخل محدوده خودش، اما از اون طرف همه سعی میکنند که از بیت کوین به نفع استفاده کنند در خارج قلمرو قضایی یک کشور. بنابراین شاید در چین امکان مبادلات با بیت کوین نباشه، اما در خود چین بالاترین سطح ماینینگ داره صورت میگیره و از بیت کوین ها داره استفاده میشه برای مبادلات در خارج از این کشور. اینکه آقای حسین زاده یک سوالی رو مطرح کردن، گفتن استخراج بیت کوین باعث گرمایش زمین میشه و این باعث از دور خارج شدن بیت کوین خواهد شد. حالا ما باید ببینیم، آخه اینو باید محاسبه کنیم ببینیم که چقدر آیا بیت کوین اون مقداری که در واقع تسهیل میکنه مبادلات رو، آیا یک مقدار بالاخره صرفه جویی هم از مبادلات صورت میگیره. دوستان بذارید من یک چیز رو خدمتتون خیلی راحت عرض کنم، چون آقای حسین زاده این مطلب رو اشاره کردند. البته دوست دیگرمون میخواستن که صحبت کنن، ولی اگر که زحمت بکشند و سوالشون رو بنویسن ممنون میشم. ببینید واقعیت این است که من فکر میکنم که بالاخره رمز ارزهایی خواهد آمد که از نظر مصرف انرژی بسیار بسیار به صرفه تر خواهد بود و از نظر خصوصیات پول اتفاقا بسیار عمیق‌تر عمل بشه. بنده خودم طرح‌هایی رو دارم که یک اسمارت کانترکتی به وجود بیارم که این اسمارت کانترکت نه فقط جایگزین بیت کوین بشه، بلکه در واقع جایگزین بخشی از نظام بانکی تحت عنوان ترید فایننس بشه و به باور بنده اگر که یک چنین بیت کوین رو بشه ببخشید یک چنین رمز ارز رو بشه ایجاد کرد، به نظر من پول اصلی مبادلات بین‌المللی خواهد شد. البته اون سیستمی که من دارم خیلی احسنت، بله من قبلا هم عرض کردم پشتوانه قضایی داشته باشه. می‌خوایم اگر فعلا که تنهایی ما کسی اصلا این مسائل رو توجه نمی‌کنه، ولی ممکنه که یک روزی بالاخره یکی از این کشورها بخواهند که چنین ارزی رو ایجاد کنن که پشتوانه قضایی داشته باشه، که یک سیستم نظارتی در واقع یک سیستم سیاست‌گذاری پولی داشته باشه و عرض کردم از نظر هزینه انرژی هم بسیار افیشنت و کارا باشه و از طرف دیگر این خصوصیت ویژگی منحصر به فرد بیت کوین رو هم داشته باشه که بیت کوین تا کنون در واقع خللی در اعتبار بیت کوین ایجاد نشده، یعنی کسی نتوانسته است که در این شبکه نفوذ کند و به طور پایدار بخشی از بیت کوین، یعنی بیت کوین جدیدی به وجود بیاورد. تنها حالتی که ممکنه این هست که بیت کوین ها به نحوی دزدیده بشه که اگر اون سیستم قضایی هم بیاد روش سوار بشه دیگه این قضیه اتفاق نمیفته.
البته خب البته نوشتن که فکر نمی کنید آمریکا جلوی جهان روایی بیت کوین رو بگیره. چرا؟ قطعا آمریکا مخصوصا خانم یلن خیلی خیلی واضح مطرح کرده که جلوی بسیار مخالف بیت کوین هست. صدای من مشکلی داره؟ بله. خانم یلن اعلام کرده که خیلی مخالف بیت کوین هست، طبیعی هم هست که اینطور باشه و در نهایت به کدوم سمت بریم فعلا مشخص نیست، ولی مطمئن باشید که حالا عجیب اینجاست که مثلا ایران تحریم شده و وقتی ایران تحریم شد پیش بینی این بود که قیمت بیت کوین به شدت افزایش پیدا کنه، چون برداشت جامعه کریپتوکارنسی در سراسر دنیا این بود که ایران اعلام کنه که در واقع رمز ارزها رو به رسمیت میشناسه و حتی کمک میکنه به افراد که رمز ارز استخراج کنند. اتفاقی که افتاد خیلی خیلی عجیب بود. نه فقط ایران نرفت به سمت رمز ارزها، بلکه ایران همون زمانی که تحریم ها آغاز شد شروع کرد به برخورد با رمز ارزها. اینها اتفاقایی است که میفته و من توضیحی واسش ندارم و بعد از یه مدتی بالاخره چشم پوشی میشه از گسترش ماینینگ و گسترش مبادلات رمز ارز. یکی از دلایلی که تحریم ها، چون تحریم ها سخت ترین تحریم های تاریخ بشریت بوده، شاید یکی از مهمترین دلایلی که موفق نبوده تحریم ها، هیچ کس شک نداره که این تحریم ها موفق نبوده، هیچ کس شک نداره، یکی از دلایلی که تحریم ها موفق نبوده به باور بنده همین رمزارزها بودن. بسیار. حالا ما میام سوال میپرسیم، البته در مورد برخی از اینها صحبت کردیم، کدوم یک از اینها پول هست و کدام یک پول نیست. دوستان عزیز به سرعت پاسخ بده چون ما خیلی مسیر طولانی داریم که باید با هم دیگه امشب طی کنیم. آیا به نظر شما اسکناس و مسکوک پول هست یا پول نیست؟ بله پول هست، اما ما دیگه در مورد اسکناس و مسکوک بحث نکنیم. ولی دومی محل ایراد هست. آیا به نظر شما چک هایی که افراد صادر میکنن پول هست یا پول نیست؟ بله. آقای منکیو نظرش اینه که چک پول به حساب نمیاد، اما باور بنده هست این هست که چک پول به حساب می آید. اولا که چک می تواند وسیله مبادله باشه، در واقع پول خصوصیه، و می تواند وسیله حفظ ارزش باشه. دقیق می فرمایید. بنابراین در نظر اول چک پول نیست، چون در نظر اول چک اولین وسیله مبادله نیست، اما چک وسیله مبادله است. بنابراین آقای باختر گفتن معادل موجودی بانک است. خیر، چک خلق پول است، چک خلق اعتبار است، چک در سررسید باید معادل پول درون بانک باشه. دقیق فرمودید. پس چک به نظر من اون ایده‌ای که آقای هایک داشته در مورد پول خصوصی همین چک برآورده میکنه. و جالب اینجاست که واقعا یکی برخی از دوستان بسیار خوب ما زحمت کشیدند و پیگیری کردن سالیان سال، نه یک سال دو سال، سالیان سال پیگیری کردن قانون چک رو در مجلس به تصویب رسوندن و الان قانون چکی که در ایران هست میتواند ما رو به از نظر اقتصادی بسیار پیشرفت بده. چون اگر شما اعتبار رو به چک برگردانی در هر کشوری در جهان، اگر شما اعتبار رو به چک برگردانی یعنی در واقع اعتبار رو به پول خصوصی برگردانید، و پول خصوصی نوعی از پول هست که در زمانی که نیاز هست به وجود می آید و زمانی که نیاز مرتفع شد از بین می رود. بنابراین پول خصوصی عامل تورم نخواهد بود. بله آقای میساقی احسن. آقای میساقی گفتن اگر چک اگر به روز صادر شود پول نیست، اما چک مدتار پول به حساب میاد. احسن، برای آقای میساقی کاملا درست میفرمایید. بنابراین در بحث پول چک واقعا بسیار ارزشمند است و من شما را دعوت میکنم که بیش از این توجه کنید به مبحث چک. بنده حتی طرحی داشتم که یک اقتصاد مبتنی بر چک به وجود بیاوریم و یک پلتفرمی به وجود بیاوریم که همون پلتفرم در قانون چک ایران اومده. من نمیدونم، من فکر نمی کنم در کشورهای دیگر دنیا چنین پلتفرمی پیشنهاد شده باشه. و من وقتی که اولین بار از یکی از نمایندگان مجلس شنیدم که پیگیر طرح چک بود، خیلی تبریک گفتم به ایشون. گفتم شما کاری رو اجرایی کردید که الان در دنیا در اون
مرز دانش قرار داره. بعد حالا آقای غلامرضا تیموری فرمودن که تفاوت چک با اوراق از لحاظ خلق پول، من هر دوی اینها رو یک نوع پول می دانم، در حالی که در تعاریف کتاب های درسی هیچ کدوم از اینها پول نیستند. دقت فرمایید، من اوراق قرضه رو هم اوراق رو هم کلن یک نوع پول به حساب می آورم، مخصوصا اوراق دولتی یا اوراق خزانه رو من پول در نظر می گیرم، ولی کتاب آقای منکیو یا شخص آقای منکیو اینها رو پول در نظر نمی گیره. خب سپرده ها در حساب جاری آیا پول هست یا پول نیست؟ خب سپرده ها در حساب جاری پول هست، چون وسیله مبادله است، چون به سرعت شما میتونید از این استفاده بکنید. این نوع حساب ها رو چون هر وقت شما خواسته میتونید استفاده بکنید، تحت عنوان دیمند دیپوزیت را میشناسند. دیمند دیپوزیت یعنی سپرده ای که هر زمانی شما نیاز داشتید بتونید دریافتش کنید. تحت عنوان حساب های دیداری یا سپرده های دیداری ما در نظر میگیریم. ترجمه فارسی دیمند دیپوزیت میشه حساب های دیداری، یعنی هر زمانی که دیدار کردی از بانک میتونی اینها رو دریافت کنی. پس این پول هست. خب کارت های اعتباری آیا پول هست یا پول نیست؟ روی کارت اعتباری خیلی شک هست. ببینید، آیا کارت ATM، کارتی که وصل به حساب بانکی، همین کارت هایی که شما در اختیار دارید بیشتر اوقات، آیا اینها پول هست یا پول نیست؟ نه، کارت اعتباری پول نیست. ولی کارت اعتباری به یک حسابی وصل هست که این حساب پول هست. پس بنابراین کارت اعتباری میاد ببخشید، کارت ATM به یک حسابی وصل هست که در واقع مجموع این کارت پلاستیکی که شما در اختیار دارید و حساب بانکیتون رو هم دیگه که دارید از اون سپرده بانکیتون مصرف میکنید، خرج میکنید، این مجموعش پوله. یعنی کارت ATM بخشی از یک سیستم پولی است. دقت میفرمایید. حالا کارت اعتباری چطور هست؟ آیا کارت اعتباری وسیله سنجشه؟ نه، پول وسیله سنجشه. آیا کارت اعتباری وسیله حفظ ارزشه؟ خیر. آیا کارت اعتباری وسیله ابزار مبادله است؟ خب اینجا الان باز شک داریم. ببینید، کارت اعتباری به عبارتی، همینطور که آقای منکیو میگه، کارت اعتباری ابزار مبادله به وجود نمی آورد. کارت اعتباری باز پرداخت هزینه کرده شما رو به تأخیر می اندازد. دقیق فرمودید. پس کارت اعتباری وسیله ای نیست. یعنی کارت اعتباری هم مثل کارت ATM. منتها کارت ATM بلا فاصله از حساب شما برداشت میکنه، ولی کارت اعتباری بلند مدت از حساب شما، یعنی در مثلا بعد از 50 روز از حساب شما برداشت میکنه. کارت اعتباری آیا شبیه چک نیست؟ نه، ببینید، کارت اعتباری رو شما مبادله نمی کنید. خود کارت اعتباری رو مبادله نمی کنید. چک رو مبادله می کنید. فرد اول که اومده اون چک مدت دار رو نوشته، اون به کنار. فرد اول که به فرد دوم میده، فرد دوم اون رو برمی‌داره و به فرد سوم میده و به فرد چهارم میده. بنابراین اینا یه مقدار با هم دیگه متفاوت هستند. اما ما مشاهده می‌کنیم که به این صورت شاید ما بگیم که کارت اعتباری رو باید به یک نحوی شاید بتونیم پول در نظر بگیریم، به یک نحوی. و اون هم این هست که دوستان عزیز، وقتی که شما کارت اعتباری در اختیار داشته باشید، آیا تقاضای مبادلاتی پول برای شما افزایش پیدا میکنه یا کاهش؟ نه، وقتی کارت اعتباری شما دارید، آیا تقاضای مبادلاتی برای حساب سپرده جاری شما در بانک افزایش پیدا میکنه یا کاهش؟ یا سوال دیگه مطرح کنم، وقتی که شما کارت اعتباری دارید، مقدار پول اسکناسی که داخل کیف پولتون دارید یا داخل جیبتون دارید افزایش پیدا میکنه یا کاهش؟ احسن، بنابر اعتبار کارت اعتباری، به پشتوانه کارت اعتباری شما دیگه پول نقد حمل نمی کنید. غیر این است؟
حتی حسابتون رو خالی میکنید چون میدونید که 50 روز دیگه باید باز پرداخت و انجام بدید و الان نیازی ندارید که پول در حساب جاریتون داشته باشید. بنابراین کارت اعتباری نه فقط پرداخت رو به تعویق میندازه و ابزاری است برای تعویق پرداخت، بلکه کارت اعتباری به عبارتی جایگزین اون وسیله ابزار مبادله شده، اون وسیله مبادله شده. و برای همین هست که نقش کارت اعتباری به عنوان اینکه پول هست یا پول نیست یک مقداری محل سؤاله در نهایت. ولی اغلب قریب به اتفاق اقتصاددانان کارت اعتباری رو پول نمیدانند. خب اینا الان پاسخهای آقای منکیو هست که من خدمت شما توضیح دادم و ازش میگذریم. بسیار خب، ولی در مورد یک مورد ما توضیح ندادیم. گواهی سپرده یا سپرده های مدت دار یا سی دی یا تایم دیپازیت، سرتیفیکت آف دیپازیت، تایم دیپازیت، اینها آیا پول هستند یا پول نیستند؟ خب پاسخ این هست که در کشورهای دیگه اینها مخصوصا هول سیل سی دی، یعنی گواهی سپرده ای که تا روز سررسید شما نمیتونی بازپس بگیری، مثلا هول سیل سی دی رو ممکنه شما پول به حساب نیاورید. بنابراین به همین دلیل هست که وقتی ما میخوایم پول رو سنجش کنیم، سنجش های متفاوتی برای پول داریم. در برخی سنجش ها گواهی سپرده، سپرده های مدت دار، سی دی به عنوان پول در نظر گرفته میشود و در سایر سنجش ها به عنوان پول در نظر گرفته نمی شود. اما اون خصوصیتی که باعث میشه در پول بودن برخی از گواهی های سپرده ما شک کنیم این هست که بلافاصله تبدیل به پول نشود و بلافاصله نشه از اینا استفاده کرد. اگر شما بتوانید بلافاصله حساب بلند مدت خودتون رو دریافت کنید، حالا با یک جریمه ای، اگر شما بتوانید مثلا یک حساب 5 ساله داشته باشید بعد از 6 ماه برید پولتون رو دریافت کنید، این دیگه نمیتونیم بگیم این بسیار کاملا شبیه پوله. اما اگر نتوانید پولتون رو قبل از 5 سال دریافت کنید و شما رو موظف کنن مثلا سی دی خودتون رو در یک بازار متشکلی به فرد دیگری واگذار کنید، اون وقت این گواهی سپرده یا این سی دی برخی از نقش های پول رو به خوبی نخواهد داشت. دقیق میفهمید؟ بنابراین روی پول بودن گواهی سپرده بحث است. حالا اون گواهی سپرده ای که شما در عرض 5 سال نمیتوانید قبل از 5 سال قبل از سررسید دریافت کنید رو ما در اقتصاد تحت عنوان شبه پول در نظر میگیریم. بنابراین شبه پول موجودی است که برخی از ویژگی های پول را دارد ولی در ابزار مبادله بودن نقص داره و کاملا به عنوان یک ابزار مبادله نمیتونه استفاده بشه. حالا اگر این تعریف رو ما در نظر بگیریم، همین مسئله در مورد اوراق هم صادقه. یعنی اوراق دولتی یا اوراق خزانه میتونه به نحوی به عبارت یک نوع شبه پول به حساب بیاد، ولی از اونجا که بازار مبادله اوراق رقیق ترین بازار، ببخشید نه فقط رقیق نیست بلکه عمیق ترین بازار هست، از اونجایی که بازار اوراق یک بازار کاملا فعال هست، ما میتونیم تصور کنیم که اوراق به یک نحوی پول هست. البته باید به مثلا دقت کنیم که اوراق در مبادلات بین بانکی واقعا جایگزین پول شده است. پس اوراق به پول نزدیکتر هست تا گواهی سپرده بلند مدت هولسیل یا عمده فروشی. خب حالا دوستان اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم، اگر نه ادامه بدم. بله خب ما ادامه میدیم دوستان، یک مقدار دیگه ادامه میدیم، حدود 10 دقیقه دیگه ادامه میدیم، بعد
انشالله بریکی خواهیم داد و امیدوارم که بعد از بریک یا بعد از استراحت خیلی سریعتر جلو بریم. خب دو تا تعریف ما قبل از اینکه ادامه بدیم باید داشته باشیم. یکی عرضه پول هست. عرضه پول مقدار پول موجود در اقتصاد است. وقتی میگیم مانی ساپلای یعنی چه مقدار پول در اقتصاد در جریان هست. این رو تحت عنوان عرضه پول میشناسیم. سیاست پولی کنترل میزان عرضه پول است. اینکه چه مقدار پول در جامعه در جریان باشه از طریق سیاست گذاری پولی انجام میشود. خب اما چه کسی سیاست پولی رو انجام میده؟ اون نهادی که سیاست پولی رو انجام میده تحت عنوان بانک مرکزی میشناسیم. بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی ایالات متحده فدرال رزرو بانک فدرال یا فد نامیده میشود. فقط فرمودید برای کنترل عرضه پول بانک فدرال یا فد از عملیات بازار باز یعنی خرید و فروش اوراق دولت قرضه دولتی استفاده میکنند. پس دقت بفرمایید که بانک مرکزی یک ابزار خیلی مشخص داره برای کنترل عرضه پول در جامعه و برای کنترل تورم که تحت عنوان عملیات بازار باز شناخته می شود. همکنون در بیش از شاید 180-190 کشور جهان عملیات بازار باز به طور روزانه در حال انجام هست و بانک مرکزی بدین طریق مقدار پول رو در جامعه کنترل میکنه. حالا بگذاریم از اینکه در ایران یک در واقع بدفهمی هایی وجود داره از یک ابزاری که چند دهه هست، حداقل 50 سال هست که در دنیا به خوبی تونسته تورم رو کنترل کنه. بگذاریم از اینکه در ایران هم اکنون هم که داره اجرا میشه خیلی وقتا معکوس اجرا میشه و اصلا این عملیات بازاری که در ایران هست با عملیات بازار بازی که در دنیا هست تفاوت‌های زیادی داره. ما عملیات بازار باز رو در دوره سیاست‌گذاری پولی توضیح دادیم. در این دوره هم سعی می‌کنیم تا حدی بالاخره آشنا بشید شما دوستان، ولی به طور خیلی تخصصی هم عملیات بازار باز هم کوانتیتیو ایزینگ یا تسهیل مقداری رو در اون دوره توضیح دادیم که دوره فکر می‌کنم یه چیز حدود 22 ساعت باشد. بسیار. اما معیارهای عرضه پول یا معیارهای اندازه‌گیری پول، وقتی می‌خوایم پول رو اندازه بگیریم ممکن است اسکناس و مسکوک رو فقط در نظر بگیریم. اسکناس و مسکوک در زبان انگلیسی تحت عنوان کارنسی شناخته میشه. کارنسی دو تا معنی داره. یکی معنی ارز خارجی است، پس کارنسی میتونه به معنی ارز خارجی باشه. اونجا کارنسی رو وقتی در داخل اقتصاد داریم صحبت می‌کنیم منظورمون اسکناس و مسکوک است. مثلا در ایالات متحده در جولای 2017 1486 میلیارد دلار پول نقد اسکناس و مسکوک در این اقتصاد در جریان بوده است. این رو تحت عنوان سی میشناسیم. سمبولش رو تحت عنوان سی میشناسیم. در کتاب‌های دیگه تحت عنوان ام صفر میشناسیم. ام در واقع نمایانگر یا نشانگر مانی هست. مانی یعنی پول. ام صفر یعنی پایین ترین تعریف پول یا قطعی ترین تعریف پول که در این کتاب با سی نمایش داده و به نظر من بهتره که با سی نمایش بدیم که بعضی وقتا اشتباه نکنیم، مثلا ام صفر و ام یک و ام دو اینها رو اشتباه نکنیم. اما ام یک چه هست؟ ما گفتیم که از نظر پول بودن تفاوتی، بله از نظر پول بودن، از نظر پول بودن تفاوتی بین پول نقد و حساب‌های بانکی جاری نیست. بین حسابی که شما از بر روی اون حساب چک می‌کشید، در فارسی نمیگیم حساب چکدار ولی در انگلیسی میگیم checkable deposits یا حساب‌هایی که قابل چک هستند. قابل چک هستن یعنی قابل چک کشیدن هستن، نه که بری چکش کنی، قابل چک کشیدن هستن. این حساب ها تفاوتی با هم ندارن. فرد چه این که پول نقد پرداخت کنه، چه این که از طریق کارتش یا از طریق کشیدن چک مبالغ رو پرداخت کنه. پس بنابراین پول فقط اسکناس و مسکوک نیست. پول در واقع اسکناس و مسکوک هست به علاوه حساب های دیداری یا حساب های جاری، به علاوه چک های مسافرتی که دقیقا کاملا نقش پول رو ایفا میکنن، به علاوه هر حساب دیگری که قابل چک کشیدن باشد.
دقت فرمودید. بنابراین ببینید در ایالات متحده در جولای 2017 1486 میلیارد دلار اسکناس وجود داشته، اسکناس و مسکوک وجود داشته، اما 3528 میلیارد دلار مجموع اسکناس و مسکوک بوده و این حساب‌هایی که کاملا کارکرد اسکناس و مسکوک رو داشتند. در ایران مقدار پول خیلی کمتر از ایالات متحده، ببخشید مقدار اسکناس و مسکوک خیلی کمتر از ایالات متحده شده، یعنی ایران از این نظر موفق‌تر بوده. ایران در سطح کشورهای اروپایی الان قرار گرفته و مقدار پولی که در جیب افراد هست خیلی کمتر. اما نوع دیگری از حساب ما داریم به نام M2، یا نوع دیگری، معیار دیگر اندازه‌گیری داریم به نام M2 می‌شناسیم. معمولاً معیارهای اندازه‌گیری پول روی هم سوار می‌شوند. دقت فرمودید، روی هم سوار می‌شوند. یعنی C یا M0، M1 هست M0 به علاوه یک چیز دیگه، M2 هست M1 به علاوه یک سری مطالب دیگر، M3 هست M2 به علاوه یک نکته دیگری، M4 هست M3 به علاوه یک نکته دیگری. به این صورت در واقع ما پول رو محاسبه میکنیم. نکته دیگر این هست که این M0 و M1 و M2 M3 M4 شاید M5 رو ما تحت عنوان کلهای پولی در نظر میگیریم، تحت عنوان کلهای پولی در نظر میگیریم که کلهای پولی علاوه بر M0 تا M4 دو تا مفهوم دیگه هم داره، یکی تحت عنوان MB شناخته میشه یا پایه پولی و دیگری تحت عنوان MZM شناخته میشه. برای اینها پایه پولی خیلی شناخته شده است ولی MZM خیلی کمتر میشناسیم و به کار میبریم. حالا M2 چیه؟ M2 هست M1 به علاوه اون حسابای سپرده، یعنی سیوینگ، یعنی حساب‌های پسنداز، انگلیسیش میشه سیوینگز اکاونتس. حالا در خارج از کشور سیوینگز اکاونتس میتونه همین حساب‌های پسنداز ایران باشه، میتونه یک حساب پسنداز دیگری باشه که ما تحت عنوان مانی مارکت اکاونتس میشناسیم یا مانی مارکت میوچوال فاندز میشناسیم. من خیلی تلاش کردم که مانی مارکت میوچوال فاندز و مانی مارکت اکاونتس رو در ایران اجرایی کنیم. یک گزارش خیلی خیلی خوبی برخی از دوستان عزیز زحمت کشیدن، نوشتن، ارائه دادن، منتها بدفهمی در کشور ما و سوء تفاهم سر به آسمان میزنه. این بندگان خدا اصلا در عمرشون این مطالب رو نشنیده بودن، با اینکه همشون ماشاءالله همه پروفسور هم هستن دیگه، همه علامه دهر، بعد به شدت مخالفت کردند. حالا مانی مارکت چیست؟ اتفاقا مانی مارکت خیلی به درد ما میخورد. مانی مارکت میتونه به صورت صندوق باشه، میتونه به صورت حساب بانکی باشه. علی ای حال هر وقت شما سرمایه گذاری میکنید، سپرده گذاری میکنید در این صندوق یا در این حساب بانکی، بانک موظف است که پولی که شما پرداخت کردید رو اوراق خریداری کنه. خب حالا شما یه بانکی دارید که 90% تسهیلاتی که داشت داده هیچ وقت بر نگشته. دوستان عزیز با این بانک چه میشود کرد؟ بانکی دارید که 90% تسهیلاتش برنگشته، 90% تسهیلاتش موفقه، این بانک مرتب خلق پول میکنه، باعث تورم میشه، از جیب مردم داره میدزده، در اختیار نزدیکان قرار میده. آقای عقیلی مخالفم. آقای عقیلی میگن TNT بذاریم جلوی در بشه. میدونید چرا مخالفم؟ شما به محض اینکه TNT گذاشتید این بانک رو منفجر کردید، اتفاقی که میفته این هست که کل نظام بانکی فرو میپاشه، یعنی اعتماد از نظام بانکی سلب خواهد شد. بریم تسهیلات بگیریم. آره شما البته اگر نزدیکید بهشون، به همه که نمیدن، به خودی میدن دیگه. احسنت بر آقای توتونچیان، آفرین. شما وامدهی این بانک رو متوقف میکنید، بانک رو موظف میکنید اوراق خریداری کنه. دقت فرمودید؟ بانک رو موظف میکنید یا به بانک های دیگر تسهیلات اعطا کنه یا اوراق خریداری کنه. مدیرانش جریمه بشوند، مدیرانش جریمه شدن، زندانم رفتن، مدیران جدید که اومدن همون روند ادامه داره. ماشاءالله ماشاءالله. این دیگه آخرش. فکر میکنید اون مدیرا از کجا اومدن؟ داراییشو بفروشه، اینا هست، ولی قدرت تسهیلات دهی این بانک رو میتونیم از طریق مانی مارکت میوچوال فاندز و مانی مارکت اکاونتس MMMF و MA کاهش بدیم.
احسنت، حاکمیت شرکتی، باریکلا. بسیار خوب. دوستان عزیز، با توجه به اینکه یک ساعت گذشته و من در زمانی که داشتم کلاس رو اداره می کردم تعداد زیادی می دیدم که تلاش میشه که افرادی که ثبت نام کردن هم به کلاس وارد بشوند، من الان استراحت رو خدمت شما اعلام میکنم. ساعت 21:43 دقیقه است. ما انشالله ساعت 21:55 دقیقه مجددا کلاس رو آغاز میکنیم. امیدوارم که در نیمه دوم کلاس تعداد بیشتری از شما عزیزان بتوانید در کلاس شرکت کنید. سپاسگزارم. فعلا خدا نگهدار شما.